سلام به همه دوستان خوبم. امروز جمعه است، 27 اسفند 1400، 18 مارچ 2022. یک کلیپ کوچیک کوتاه ویدئویی من دیدم، حتما اکثر شما هم دیدید، از ملاقات NCA خزعلی معاون امور زنان ابراهیم رئیسی با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد. فکر نمی کنم نیاز به هیچ توضیحی داشته باشه، ولی خب ببینید بعد صحبت کنیم. پرچمی که پشت سر این مادی نمیبینید، پرچم کشور مالدیوه، چون رفته با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملاقات کرده، فیلم هم گرفتن، صدا و سیما هم فیلم برداری کرده. شما اون آرم صدا و سیما رو زیرش دیدید. صدا و سیما هم مثل سایر نهادهای جمهوری اسلامی سر مفخور در نیویورک داره، به عنوان برای همین کارا هستن، فقط کار دیگه که ندارن. اجازه تردد در ایالت‌ها و شهرهای مختلف آمریکا رو ندارن. حالا چند وقت دفعه برن مثلا از بعضی از کارتون خوابای خیابونای نیویورک بگیرن که نشون بدن که مردم آمریکا بدبخت‌تر از مردم ایرانن، یا سفر مقامات بی سواد و ایران ستیز جمهوری اسلامی رو پوشش بدن. خب پرچم کشور مالدیو پشت سر این خانومه. من همونطور که این نگاه میکردم تو ذهنم بلافاصله چیزایی اومد از 43 سال پیش، روزی که خمینی میخواست بعد از 15 سال برگرده ایران و خیلی از ایرانی داشتن خودکشی میکردن که خودشون رو برسونن و ببینن خمینی رو، استقبال بکنن ازش. همون لحظاتی که ایرانی ها تو خیابونهای تهران منتظر بودن و در بسیار از شهرستان ها مردم پای تلویزیون نشسته بودن که صحنه رو ببینن، صحنه ورود خمینی رو مثلا مستقیم ببینن، صدا و سیمای تلویزیون ملی ایران داشت پخش میکرد مراسم. حالا بسرش قطع شد، بماند داستانش بماند. در همون لحظه آقای صادق قطب‌زاده در داخل هواپیما داشت با خمینی صحبت میکرد و ازش پرسید که شما الان چه احساسی دارید؟ صادق، would you translate? Would you be so kind as to tell us how you feel about being back in Iran? ممکنه محبت بفرمایید و بگید چه احساسی میکنید از برگشت به ایران؟ خب من خودم رو میگم، من و ما احمق‌ها اگر اون روز تلنگر به اون میخورد که این آدم خیلی علنی، یعنی انقدر وقیحه که حتی احساس درونش مخفی نمیکنه. این کسی نباید بگه که صراحت، این شفافیت نیست، این وقاحته. شما ملتی که حالا به هر دلیلی تو رو دارن سر دست میشکنن که من از استقبال کنن از تو، بعد تو هواپیما میگه من هیچ احساسی ندارم، بعدم با غرور و تکبر دست به ریشت میکشی. نه اون صادق قطب‌زاده اعتراض میکنه، حتی چهره صادق قطب‌زاده اصلا کوچکترین ناراحتی درش دیده نمیشه، و نه ما احمق‌ها واکنششون داریم. تازه میگشتیم هر کدوم از آقایون هم یه توجیهی کردن، اینکه امام فرمودن احساس ندارم، احساسم هیچیه، یاد شهدا بودن، نمیدونم فلان، از این حرفا. خب بالاخره آدمی که میگه ناراحتم، غمگینم، خوشحالم دارم میگم که به هر حال اون صحنه اولین صحنه بود که بعد از دیدن این فیلم تو ذهن من اومد. یادم افتاد در دولت رئیسی اولین بار نیست که همین حتی پرچم خرچنگ نشان خودشون مورد بی‌مهری قرار میگیره. علی باقری که عزیز دردانه رهبره و برادر دامادش، در دو صحنه در فاصله 2-3 ماه در مذاکرات رسمی نسبت به همین پرچم خرچنگ نشانی که الان متاسفانه پرچم رسمی کشور ما هست بی احترامی کرد. در پاکستان پرچم رو پشت رو گذاشته بودن و جالبه که یکی از افرادی که همراه باقری هست داره با این نگاه، اگه دقت کنید به عکس، با این نگاه خاصی نگاه، یعنی متوجه شده کاملا. و میبینید که هیچ اتفاقی هم نمیفته، یعنی حتی
اگر مسئله خاصی اینا حساسیت داشتن حتما تعویض میکردن و بعدم یکی از افراد عکس میگرفت. و باز جالبه که این عکس ها توسط خبرنگاران اعزامی از ایران همراه این آقایون عکس برداری میشه و حتی خبرنگار هم حساسیت نداره. حالا خبرنگار میشه گفتش که اصلا متنفر از این پرچم، شاید از خدا میخواد این پرچم پشت رو باشه، دم رو باشه، زمین خورده باشه، هر چیزی عنوانش باشه، دولا شده باشه. ولی خب میخوام بگم حتی خبرنگارهایی که پول نسبتا خوب میگیرن همراه اینا بدن که افتضاحات اینا رو پوشش بدن، یکیشون دلش انقدر نمیسوزه که به خاطر آبرو اینا هم که شده آبرو نداشته اینا تذکر بده. خب هنوز این بحث در دهان مردم نقل میشد و نقل و نقل دهانها بود. یه عکس دیگه منتشر شد که این حضرت آقا عیازک رهبر، برادر داماد رهبر، رفته بلژیک مذاکره کنه و در حالی که طرف مقابلش با احترام کنار پرچم کشورش و کنار پرچم اون نهاد ایستاده، آقای باقری پشت به پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی کرد. این عکس هم توسط خبرنگاران اعزامی گرفته شد ولی مشخص نبود حالا کی. اما در تصویری که از خانم خزعلی، خانم انسیه خزعلی، این مادینه معاون ابراهیم رئیسی منتشر شده، زیر شما آرم صدا و سیما رو زیر فیلم می‌بینید. فیلم توسط خبرنگار صدا و سیما برداشته شده. حالا درسته که خبرنگار صدا و سیما در اینجا حتماً وظایف جاسوسی هم داره یا بردلی، ولی خب به هر حال خبرنگار جمهوری اسلامی دیگه. و مشخص نه انسیه خزعلی توجه نکرده به این پرچم و یا متوجه نشد یا اهمیت قائل نشد یا انقدر هول بوده که عکس و فیلمش در کنار رئیس مجمع عمومی سازمان ملل بیفته که گفته اگه من بگم پرچم آسمان شاید ملاقات من ندن و اعتنا نکرده. این خبرنگار هم توجه نکرده این سرنوشت جمهوری اسلامیه. یعنی ببینید، یا خبرنگار هم مثل اینها ضد ایرانی که حتما هست، نمیشه کسی خبرنگار صدا و سیما باشه و ایرانی باشه، به خصوصی که میفرستن نیویورک، اینا جای حساسه براشون. یا اینکه اصلا اونم براش حتی برای اینا اهمیت قائل نیست. میگه گور پدر انسیه خزعلی و ابراهیم رئیسی و علی خامنه‌ای که اینا بدنام میشن با این کار، شاید اصلا خوشش هم میاد، من نمیدونم واقعا. یعنی دوتاش هم ممکنه باشه، یعنی ممکنه هم طرف مزدور باشه، پول از اینا بگیره، هم اصلا براش مهم نباشه، بگه گور پدرشون که اینا بی آبرو که هستن، بی آبرو تر باشن. ولی واقعیتش ببینید، ماها چی؟ بالاخره ما بخوایم یا نخوایم این آدما در رأس کشورمون هستن. درسته که اینا یه مش مزدور بیشتر نیستن، دستور از جای دیگه میاد، گاو شیرده روسیه و چین و ترکیه و قطر و اینا هستن، یعنی کارشون به جای رسیده که گاو شیرده قطر هم شدن. ولی بالاخره بخوایم یا نخوایم فعلا پرچم رسمی ثبت شده ایرانه. بخوایم یا نخوایم این مادینه به عنوان معاون رئیس جمهور کشور ما رفته اونجا. البته یک احتمالم هست، حالا احتمال ضعیفی، ولی این احتمالم هست که اینا به عنوان نماینده ایران اگه درخواست ملاقات بگیرن بهشون نمیدارن. اینا هم که نمیخوان مذاکره بکنن، اصلا مذاکره بلد نیستن، فقط میخوان یه عکس یادگاری، یه فیلم یادگاری بگن تو ایران پخش کنن، بگن معاون رئیس جمهور رفت با فلان مقام بین‌المللی ملاقات کرد. این فضایی که در داخل، در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی است که اینها رو در اینجا راه نمیدن رو بهش میگن نه دروغ، ما تو آمریکا هم رفتیم ملاقات کردیم. حالا براشون مهم نیست، به همین جهت ممکنه با پرچم، واقعا ممکنه با عنوان یه مقام مالدیوی، باور کنید من این رو خیلی منتفی نمیدونم، اگرچه احتمال ضعیفیه، ولی واقعا منتفی نمیدونم که اینا به خاطری که احتمالاً با نام ایران بهشون ملاقات نمیدادن، به نام جمهوری اسلامی اومدن، به نام مالدیو ملاقات گرفتن، پرچم مالدیو نبودشن. وگرنه من هیچ، یعنی هر چقدر فکر کنم یه آدم میتونه اینقدر بی غیرت باشه، اینقدر ضد ملی باشه، که اینا هستن البته، ولی خاطر چند آدم آبروریزی و جان خودش می‌خره. من اینا رو کنار هم دیگه میگذارم. ببینید، یه موقع من میگفتم بعضی از کارهایی که سران جمهوری اسلامی انجام میدن تست حماقته، میخوان ببینن طرفداراشون چقدر احمقن، اینا هر چی میگن، هر کاری میکنن، هر رسوایی به خرج میدن، هر فسادی رو مرتکب میشن، هر بی غیرتی که نمایش میدن کسی هیچی نمیگه، میخوان ببینن چقدر طرفداراشون احمقن. اما الان فکر کنم بعضی از کارهاشون تست غیرته، میخوان ببینن ما ایرانی‌ها چقدر غیرت داریم که تا این حد حتی نسبت میگم به پرچم خرچنگ نشانی که خودشون درست کردن و به عنوان پرچم ایران الان در مجامع ایران به رسمیت شناخته شده، حتی نسبت به اون بی غیرت هستن. میخوام ما چقدر واکنششون بدیم. ببینید، کسی از رئیسی توقع نداره که به فکر ایران باشه. اصلا خامنه ای خودش رو رهبر انقلاب اسلامی میدونه. سپاه پاسداران اصلا نامی از ایران در عمانش نیست، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. بگذرم از اینکه بی بی سی بهش میگه سپاه ایران، بگذرم از اینکه بی بی سی به خامنه ای میگه رهبر ایران، ولی خود اینا از در مورد ایران ادعایی ندارن.
وقت کاری که انجام میدن هم تست غیرت انجام میدن و هم روز به روز دارن به مردم به نظرم یه تستی هم میکنن. ببینن تا چه حد باید ماها رو تحقیر بکنن، توهین بکنن و ما هیچ چی نگیم. و باید یه مش خائن بیان میگن که باید اصلاحات تدریجی انجام بشه. یه مش آدم میگن اگه اینا برن ایران تجزیه میشه. اینا اصلا ایران قبول ندارن عزیز. اصلا اینا دشمن ایرانن. اینا دشمن ایرانی هستن. بالاخره میشه یک ایرانی فیلمو ببینه عصبانی نشه؟ به خداوندی خدا خامنه‌ای لذت ببره از اینکه بهش میگن 80 میلیون ایرانی رنج کشیدن، 80 میلیون عصبانی شدن. اگر غیر از این باشه، کوچکترین غیرت یا به قول خود خامنه‌ای غیرتی در وجودش باشه، امروز باید دستور عزل خزعلی رو صادر کنه. دستور به اتفاق هم نمیفته ها، ولی یه ذره نشون بدن از خودشون. اگر اینا کوچکترین عرق ملی دارن، حتی اگر رو پرچم خرچنگ نشان خودشون عرق دارن، باید این کار انجام بدن. اینا یه موقع میگفتن که برای اینکه مثلا تحریما رو دور بزنن یا بعضی کارا بکنن، کشتی با پرچم پاناما میفرستن میره. حالا خب چاره نیست که باید پرچم باید تحریم رو دور بزنن. من امروز به این نتیجه رسیدم نه، بحث دور زدن تحریما نبوده. مگه اینا با پرچم خودشون بنزین نفرستن ونزوئلا؟ چه اتفاقی افتاد؟ پس اون کارا منم به نتیجه رسیدم عمدی میکردن. یعنی میخوان میگن ما اصلا چیزی به نام ایران، پرچم ایران برام اهمیت نداره. حتی اگه اون پرچم فعلا پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی باشه، حتی به این هم تعصب ندارن. باور کنید، من میگم به خدا، به بزرگی خدا سوگند میکنم، اینا لذت میبرن از اینکه کاری بکنن که مردم ایران عصبانی کنن، مردم ایران ناراحت بکنن، غصه دار بکنن. وگرنه من هر چی خدا شاهد از چند ساعت پیش که این فیلم دیدم دارم فکر میکنم که انسی خزعلی شعور نداشت، پرچم رو نشناخت. حالا ببین یه وقت میگم پرچم ایتالیا پشت سرش بود، فهم و شعور نداره، سرنگو دیدیم میگم هم سرنگه. ولی این پرچم هیچ شباهتی به پرچم، نه به پرچم واقعی ایران داره، نه به پرچم دوره قاجاریه داره، نه به پرچم دوره صفویه داره، نه به پرچم اصیل ایران داره، نه به پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی. اون نفهمیده. خبرنگار صدا و سیما که پول میگیره از جیب من و شما تو آمریکا ول میگرده، اونم پرچم رو نشناخت یا شناخت و اون هم انقدر از اینا متنفره و انقدر میدونه بدنامن که میخواد کمک کنه هول بده اینا زودتر ساقط بشن، سقط بشن. ولی هیچ کدوم از اینا اون تحقیر و اون توهینی که به ملت ایران جبران نمیکنه. به خصوص دارم میگم، من بارها گفتم خامنه ای از اینکه انگشت تو چش مردم بکنه لذت میبره. حالا ببینید مردم، اونایی که به من میگن تون روی میکنی، ببینن دیگه اینا باید چه کار بکنن که به من شما نشون بدن که اصلا با چیزی که هر گوشه ای از حتی جمهوری اسلامی ایران کلمه ایران داشته باشه اینا باش مخالفن. حتی نشانی کوچکی از پرچم اصیل ایران که سرنگ است، باقیش که اینا خرچنگ نشان گذاشتن بماند، سبز و سفید و سرخ، با اون هم مشکل دارن و اصرار دارن که توهین بکنندش. برای این مادین تنها چیزی که مهم بوده اینه که بره اونجا بشینه و بعد در رسانه‌های جمهوری اسلامی منعکس بشه که معاون رئیس جمهور با در نیویورک با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل ملاقات کرد. ولی من و شما چی دوستان؟ اون کسانی که اگر من یه روزی میگفتم هر کس یک روز به قوام و دوام جمهوری اسلامی کمک کنه خائنه، امروز بعد به حرف من رسیده باشید. ببینید از روزی که این دوستان گفتن اصلاحات تدریجی، دیگه با ما چه باید بکنن که نشون بدن که با هر چیزی که بوی ایران رو بده، نشانه ای از ایران داشته باشن، دشمنن. و هر چیزی که ملت ایران رو عصبانی کنه، ناراحت کنه، غصه دار کنه، اینها رو خوشحال میکنه. چجوری دیگه باید من شما ثابت بشه؟ یعنی واقعا من واقعا متوجه نمیشم اینا باید چیکار بکنن که من شما باور کنیم اینا دشمن ایرانن، باور کنیم که اینا از شادی ملت ایران غمناک میشن و از غم دو ملت ایران شاد میشن. ببینید پریشب و دیدی چهارشنبه سوری رو در بعضی شهرها چجوری برخورد میکردن با مردم. اون آدمی که حاضر نیست یک نماد کهن ایرانی رو تحمل بکنه، خب همون آدمی که با پرچم ایران هم مشکل داره، حتی اگه پرچم پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی باشه، ولی بالاخره بازم فکر کنم پرچم رسمی ایرانه. من میخوام توصیه بکنم و خودم همین کارو شروع خواهم کرد، اون پرچمی که نماد واقعی ایرانه و چشم اینها رو کور میکنه از این به بعد همون استفاده کنیم. حالا که اینها نشون دادن که ببینید تا دیروز یه عده میگفتن آره بالاخره پرچم رسمی ایرانه، حالا که نشون دادن اینها خودشون هم تعصب روی پرچم ندارن بلکه دشمنی با این پرچم دارن، چرا منو شما باید تمکین کنیم؟ چرا باید بپذیریم که این پرچم پرچم کشور ماست؟ با پرچم این پرچم تاریخیه، به هیچ سلسله پادشاهی هم ارتباط نداره، به هیچ فرد خاصی هم ارتباط نداره، ولی نماد ایرانه. باید کاری کنیم که چشم اینها کور شه، اینا که یک پرچم خرچنگ نشان درست کردن و خودشون هم براش حرمت قائل نیستن، چرا ما شما حرمت قائل بشیم؟ خواهش می‌کنم. من خودم هم به زودی شروع خواهم کرد در حالا اینجا که فضای بازه، ولی از این بعد سعی می‌کنم ویدیوهایی که در مکان مستقر انجام میدم با پرچم ملی ایران که بازم تکرار می‌کنم ربطی به هیچ سلسله پادشاهی، به هیچ دوره تاریخی خاص نداره، این نماد ملی ایرانه.
از استفاده میکنم و به شما هم توصیه میکنم استفاده کنید. این نه به معنای طرفداری از گروه خاصه، نه به معنای مخالفت با گروه خاصه، این فقط برای اینکه نشون بدیم تا به حال هم اگه ثبت کردیم میخواستیم برای آدمهایی که ساده لوح ترین، فریب خورده ترین، احمق ترین یا مزدورترین آدم ها هستن ثابت بشه که اینها با هر چیزی که بوی ایران، نماد ایران، صدای ایران، ندای ایران باشه دشمنن. موفق باشید.